هایی در جهان هستند که باور دارند دنیا رو موجودات فضایی و شیاطین و موجودات خزنده داره می کنن. حسابی هم روی این نظرشون پافشاری می کنن. اما این آدم ها جایی که حس کنند به خطر افتادن ممکنه که برای بقیه درد سر درست کنن. درد سرای جدی و خطرناک. پرونده امروز یکی از این ماجره هست. با من همراه باشید. سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگر این اولین باره که دارید چهره من رو میبینید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله ی کنارشم از ویدیوهامون باخبر با خبر بشید یادتونم نره که اگر ویدیو رو میبینید لایکش بکنید به خاطر اینکه حسابی به ما دلگرمی میده در مورد کامنت هم همیشه میگم یک بار دیگه هم میگم اگر نظری در مورد این پرونده دارید که به نظر من جزو اون پرونده هایی که میشه راجبش ده ها نظر مختلف داشت حتما برامون توی کامنت ها بنویسید پرونده امروز یک روندی داره راجبه یک آدمی که از نقش های مهم داستان ماست یک خانومی به اسم شری شرینر شری متولد 11 دسامبر سال 1965 بود توی کلیولند اوهایو به دنیا اومد و توی یک خانواده بسیار مذهبی زندگی کردین جمله بود که توی کتاب های ادبیاتمون داشتیم وی در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود دقیقا توی پرونده امروز شری یکی از اون آدم هاست و توی یک خانواده خیلی مذهبی یعنی اینکه محدودیت ها توی خانواده شری خیلی شدید بود اون اجازه نداشت کتابی جز انجیل به خونه اجازه نداشت موسیقی گوش بده اجازه نداشت با دوستاش بیرون بره خونه دوستاش بره حتی اجازه نداشت هر برنامه ای رو از تلویزیون ببینه اجازه نداشت با آدم هایی که تفکرات مذهبی ندارن رفت آمد کنه حتی جواب سلامشون رو بده و توی یک همچین فضای خیلی سخت گیرانهی رشد کرد و بزرگ شد رفت و آمده شری هم کاملا توسط خانوادهش کنترل میشد هر روز که میرفت مدرسه نظارت میکردند که تکالیفش رو انجام بده یک شنبه ها حتما باید میرفت کلیسا اون مدرسه ای که توی کلیسا بود و یه سری کلاس میذاشت رو شرکت میکرد تکالیف اون مدرسه رو هم موظف بود که حتما انجام بده و خیلی خانوادهش سختگیر بودن که حتما انجیل رو بخونه انقدری که وقتی شری دوازده ساله بود انجیل رو کامل خونده بود یعنی تمام بخشهاش رو خونده بود علاوه بر تکالیف مدرسهش و خب خیلی زبان آسونی نداره انجیل اما این بچه دوازده ساله این کار رو انجام داده بود البته خیلی گزینه دیگه هم نداشتون فقط اجازه داشت انجیل و کتابهای دینی رو مطالعه بکنه وقتی که نوجوون بود برخلاف بقیه نوجوون ها باید زندگی میکرد دیگه بهش اجازه نمیدادن که هیچ کار دیگه ای انجام بده این توی زندگی خود شری هم تاثیر زیادی داشت و دوچار یه سری نمیدونم اصطلاح بش بگیم توهم شروع کرد به دیدن یه سری سایه دیدن یه سری موجودات شیطانی مثلا وقتی که میخواست بخوابه و به پنجره اتاقش نگاه میکرد یه سری موجود سیاه شیطانی رو میدید که اینها با همدیگه پچ پچ میکنن مداوم یه سری سایه های تاریک یه سری انگار که هیچ وقت جسم اینها رو نمیدید دیگه یه سری سایه تاریک مدام تعقیبش میکردن همیشه دنبالش بودن و اینجایی بود که شری به خاطر اینکه نمیتونست درک بکنه این سایه ها چی هستن شروع کرد برای خودش یه سری دلیل تراشیدن این دلیل ها چی بود خب کتاب دیگه جز کتاب مقدس که نخونده بود اون بخش مورد علاقش در کتاب مقدس هم مربوط میشد به بخش مکاشفات یوحنا و جایی که اشاره داره به پایان جهان زمانی که جهان تموم میشه اون آخر و زمان میرسه جنگ پایانی خدا و شیطانه و رسید به اونجا توی تعریفات ذهنی که این نوجوان برای خودش میساخت و از جهان باور داشت این بود که زمانی که پایان جهان برسه من یکی از کسانی هم که در اول صف روبروی شیطان نیستم قرار با لوسیفر که شیطان در فرهنگ مسیحی مبارزه بکنم قراره که آدمها پشت سر من بیستن، من فرد برگزیدم از لحظه ای که به دنیا اومدم لوسیفر متوجه شده که من برای جهان خطرناکم من برای مبارزه با اون یک سرباز بسیار خطرناکم من آدمیم که آینده ی جهان به من بستگی داره و شروع کرد با این تحلیل ها این سایه هایی که میدید رو توجیه کردن و اینجوری بود که این سایه ها صرفا موجودات پلید نیستن موجودات پلیدی هم که از طرف لوسیفر فرستاده شدن تا جلوی من رو بگیرن تا منو وسوسه کنن تا من رو از اطرافیانم دور بکنن حرف دیگه هم که میزدیم بود که این سایه ها علاوه بر من سراغ نزدیکان من هم میرن برای اینکه اینها رو آلوده بکنن برای اینکه اینها رو به گناه وادارن شری رسما به خودش لقب پیامبر داده بود و می گفت که در اون پایان جهانی که در انجیل وعده داده شده من قرار اول صف ایستم و به عنوان یک فرد برگزیده باشم همین موضوع شری رو ترد می کرد از آدم های دیگه دو گروه آدم بودن که این باهاشون در ارتباط بود آدمهایی که از نظر خودش اینها ممکن بود توسط شیطان آلوده بشن و از اینها فاصله میگرفت برای اینکه شیطان به اینها نزدیک نشه و آدمهایی که این باهاشون احساس راحتی بیشتری میکرد و حس میکرد که اینها توسط شیطان آلوده نمیشن و بهشون میگفت که دارم سربازان لوسیفر رو میبینم سربازان شیطان رو میبینم اینها قرار بیان سراغ من اینها قرار بیان سراغ شما و اینها بخش عظیمیشون این شکلی بودن که این دختره داره چرت و میگه و خودشون ازش فاصله می گرفتن. همین موضوع باعث شد که هیچ وقت دوست زیادی نداشته باشه و کم کم از مردم فاصله بگیره. خیلی هم فرصت نداشت که با آدم ها نزدیک بشه. خب دوستای همسن و سالش سینما می رفتن، کنسرت می رفتن، بیرون می رفتن، مهمونی می رفتن. این فوق العاده مذهبی بود. اجازه هیچ کدوم از این کارها رو نداشت. در نتیجه هیچ دوستی نداشت. برای اون خانواده سختگیر و مذهبی اتفاقی که داشت برای دخترشون میافتاد اتفاق خطرناکی نبود خیلی عالی بود اینها یک دختری رو میخواستن که در چارچوب قوانینشون بمونه فراتر نره با کسی در ارتباط نباشه و صرفا بچسبه به انجیل و شری همین شکلی شده بود دیگه پس برای اینها یک دختر ایدال بود میمون تو خونه انجیل میخوند فقط دعا میکرد و خب پس ما دخترمون رو درست تربیت کردیم خودش هم روح بسیار محافظکاری داشت اخلاق بسیار محافظکاری داشت با کسی حاضر نبود در ارتباط باشه حاضر نبود یاقیگری بکنه از زیر بار این نوع تربیت خانواده بیاد بیرون و همینطور روزهای نوجوانیش رو توی تنهایی گذرون تا زمانی که میرسیم سال 1983 جایی که شری شرینر داستان ما این دختر مذهبی محافظه کاری که از همه آدم ها فاصله گرفته بود وارد دانشگاه میشه توی دانشگاه یک رشته ای میخونه که نمیدونم بهش بگیم علوم رادیویی بهش بگیم رشته های وابسته به رادیو این رشته که رفته بود توش درس بخونه اینجوری بود که توش همه کارهای مربوط به ساخت یک برنامه رادیویی رو یاد میگرفتن مثل اجرا نوشتن متن ادیت فایلای صوتی قصدش هم کلا این بود که این رشته ها رو بخونه و وقتی که تموم شد و فارغ و تحصیل شد یک برنامه رادیویی مستقل برای خودش داشته باشه و توی اون برنامه رادیویی راجع به چیزایی که بهش معتقده بگه مثل همون انجیل پایان دنیا نمیدونم جنگ با شیطان و اینجور چیزها وقتی هم که وارد دانشگاه میشه با یکی از دوستاش یک پادکستی راه میندازن و توی این پادکست حرفی از خدا و دین و اینها نمیزدن صرفا تجربه های دانشگاهی رو منتقل میکردن تجربیاتشون از زندگی توی دانشگاه توی خوابگاه حضور و بچه های دیگه مهمون داشته خیلی هم میگیره این پادکسته انقدر میگیره که دانشگاهشون یک برنامه رادیویی داخلی داشته این برنامه ها رو میدن به شری علاوه این برنامه رادیویی که به شری میدن یک روزنامه ای داشته دانشگاه که یک ستون سیاسی درش نوشته می شده، هر روز و منتشر می شده. این ستونه رو هم میدن به شری یکی دوبار می نویسه می بینن از پسش بر میاد این ستونه رو هم میدن به شری وقتی که شری شروع میکنه تو این ستون مطلب نوشتن متوجه میشه برایش شناخته جهان برای اینکه بتونه این مطالب رو بنویسه نیاز داره که بره در مورد سیاست تحقیق بکنه دیگه راجب علوم سیاسی تحقیق میکنه راجب فضای حاکم در جامعه امریکا تحقیق میکنه و همین علاقش به علوم سیاسی باعث میشه که در نهایت نیمه راه بفهمه که دیگه علاقه به یک برنامه رادیویی نداره از اون رشته ای که میخونده انصراف بده و بره تو رشته علوم سیاسی و روزنامه نگاری شروع بکنه به درس خوندن یک رشته ای بوده که مشترک بوده بین علوم سیاسی و روزنامه نگاری تحصیل میکردن که روزنامه نگار سیاسی بشن خیلی هم برای خودش جذاب بوده این رشته درسش رو میخونه همچنان ستون نویس بوده درسش که تموم میشه میاد بیرون وقتی که میاد بیرون دیگه حدودا 25 ساله است تکلیفش برای زندگیش معلومه دلش میخواد یک خبرنگار سیاسی بشه و تمام این مدتی که توی دانشگاه خیلی فشرده داره کار میکنه برای ایستگاه رادیویی برای روزنامه و اون سایه هایی که میدیده دیگه نمیبینه یا خیلی کمرنگ شدن 25 ساله است از دانشگاه میاد بیرون خیلی فضای دانشگاه لذت برده دلش میخواد که توی یک همچین فضاهایی باشه تلاش میکنه یک کاری توی دانشگاه پیدا بکنه اما نمیشه بعدش یک رزومه میفرسته برای CNN میخواسته که اونجا شروع به کار بکنه اما رزومهش هم قبول نمیشه خب در نهایت همه این چیزها رو ول میکنه میره به یک شهر دیگه توی اوهایو اونجا شروع میکنه زندگی کردن و همونجاست که با همسرش آشنا میشه در مورد اسم همسرش من هیچ جا نتونستم اسمش رو پیدا بکنم جای اسمش منتشر نشده بود اما اینها خیلی زود به هم علاقه من میشن خیلی زود نقل مکان میکنن توی یک خونه خیلی زود ازدواج میکنن همه این اتفاق در عرض یک سال میفته بعد از اینکه نقل مکان کردن بلا فاصله ازدواج میکنن و خیلی زود هم بچه دار میشن باز تعداد بچه های شری هم جای ثبت نشده خب الان شری علاوه بر این که ازدواج کرده بچه دار شده زندگی خانوادگیش رو داره توی یک روزنامه ای به عنوان سردبیر بخش سیاسی هم داره فعالیت میکنه ستون مینویسه مطالب بقیه رو نظارت میکنه و زندگیش خیلی خوب داره میگذره اما سرش خلوت شده فرصت بیشتری داره و این فرصت داشتنه منجر به این میشه که اون سایه ها دوباره برگردن اون توهمات دوباره برگردن خیلی هم میترسیده که مراجعه بکنه به روانشناس و روانپزشک فکر میکرده که اگر من برم اونجا و حالا بررسیم بکنن به هم میگن که اختلال روانی داری و باید بری بستری بشی به خاطر همین هم اصلا تلاشی نمیکرده که خودش رو درمان بکنه به چیکار بدترین کاری که شما وقتی علائمی از یک مشکل جسمی یا روانی دارید میتونید انجام بدید شروع میکنه سرچ کردن توی اینترنت در مورد اینکه من چه مشکلی دارم و خب شما وقتی بابت یک درد ساده یک زانو درد ساده یک دل درد ساده توی اینترنت سرچ میکنید همیشه به بدترین جواب ها میرسید یعنی همیشه شما یک مشکل غیر قابل درمان دارید وقتی توی اینترنت سرچ میکنید اینترنتی هم که ما ازش صحبت میکنیم فضای اینترنتی دهه نوده مثل امروز نیست گسترشش مثل امروز نیست محتواها مثل امروز خیلی تر و نیست نیستن مثلا توی یکی از این بررسی در مورد سایه هایی که میبینه و در مورد مشکلاتی که داره خیلی تصادفی برمیخوره به یک سایتی که توش در مورد آدمخواری نوشتن یا یک کتاب راهنما راجع به آدمخواری وجود داره این خیلی ربطی به پرونده امروز نداره و میذارمش کنار یعنی فقط میخوام شما فضای اینترنت اون دوره رو در نظر بگیرید توی تحقیقاتش میرسه به یه سری محتواهای عجیب محتواهایی که اشاره میکرده به موجودات فضایی به شیاطین به خزنده هایی که دارن در قالب انسان در پوست انسان اطراف ما زندگی میکنن به پایان جهانی که در مکاشفات یوحنا خونده بوده توی انجیل یعنی زمانی که جنگ انسان با شیطان شکل گرفته اون جنگ پایانی بین یهوه و خدا و خود شیطان که روبروی هم قرار میگیرن لشکرکشی میکنن و قرار جهان تموم بشه خب توی این بررسی یادتونه که یک عقبه ذهنی شری داشت در مورد اینکه انسان برگزیده است قرار در اون پایان جهان تعیین کننده باشه و همه اینها باعث میشه که در نهایت اون دچار این توهمه بشه که جهان اطرافش ترکیبی از مذهب و اگر بخوام به زبان آمیانه بگم فیلم های علمی یعنی جهان اطرافش ترکیبی از یک خدایی که وجود داره یک پایان جهانی که قرار اتفاق بیفته و موجودات فضایی که اطرافش دارن زندگی میکنن زامبی هایی که قرار حمله بکنن شیاطینی که کنار ما زندگی میکنن خزنده هایی که توی پوست انسان ها رفتن 27 آگوست 2002 یک وبسایتی راه میندازه به اسم watcherfiles.com و شروع میکنه توی اون برداشت های خودش از انجیل رو مطرح کردن توی این برداشت هایی که داره اشاره میکنه که قبلا کتاب مقدس به ما در مورد بیگانگان گفته در مورد زامبی ها گفته در مورد شیاطین و خزنده ها گفته تعداد زیادی خزنده اطراف ما زندگی میکنن CNN داره به شما دروغ میگه این رو در نظر داشته باشید که خودش برای CNN یک زمانی رزومه فرستاده بود این شایعه ها رو احتمالا هنوز که هنوزه شما میشنوید یا مثلا ویدیو ازش توی یوتیوب میبینید اینکه مثلا ملکه الیزابت یک خزنده بوده که در پوست انسان زندگی میکرده یا براک اوباما کسی بوده که به خاطر زخم هایی که پشت سرش داره و توی بعضی از تصاویر مشخصه روی سرش عمل مغز انجام دادن یا خودش رو از بدنش خالی کردن یک خزنده ای رفته توش داره زندگی میکنه این وبسایتش رو داره و در کنارش ده تا وبسایت و صفحه دیگه هم داره من خیلی کوتاه اسمهاشون رو اشاره میکنم مثلا یکی از سایت ها شریش رینر دات کامه، یکی دیگهش اورگان بلاسترز دات کامه شریتاک ریدیو دات کامه، هیدن بایبل کود دات کامه، و خلاصه چندین سایت و وبلاگ شخصی داره که توی اینها می نویسه. در کنار اینها صفحاتش رو توی توییتر و فیسبوک هم داره و توش داره دستورالعمل میده راجب کشتن بیگانگان، کشتن زامبی ها و سال 2003 شغلش رو به عنوان سردبیر اون بخش سیاسی روزنامه که داشته کار میکرده از دست میده. دلیل از دست دادن شغله چیه؟ همکاراش میان میگن که این میومد مطالب سیاسی که ما می نوشتیم رو دست می برد توش و یه چیزهایی راجع به زامبی ها و فضایی ها و اینا بهش اضافه می کرد که هیچ ربطی به مطالبی که ما می گفتیم نداشت این فقط حرف و حدیث خودش رو می زد و به خاطر این کاری هم که انجام می داده از کارش برکنار میشه. وقتی اخراج میشه برمیگرده به همون کار خودش که وبلاگ نویسی و منتشر کردن مطلب روی وبسایت های خودش بوده این رو در نظر داشته باشید که شری روزنامه نگاری خونده بلد مقالاتی بنویسه که آدم رو تحت تاثیر قرار بده بلد مطالب رو چجوری بنویسه که آدمها باورش بکنن و به واسطه همین هم کم کم آدم بهش علاقه من میشن چه آدم هایی علاقه من میشن به شری آدم های تنها، آدم هایی که فرصت ندارن یا میترسن برن بیرون با آدم های واقعی دوست بشن آدم هایی که همیشه دوچار این توهم هستن همیشه دوچار بدبینی نسبت به جهان هستن خب میان یک مقاله می که یک نفری از انجیل رسیده به این که زامبی ها قراره به ما حمله بکنن از انجیل رسیده به این که شیاطین دور ما رو گرفتن موجودات فضایی دور ما دارن زندگی میکنن و خب مقالات شکلشون نوع پردازششون نوع به نتیجه رسیدنشون همه یک جوریه که قابل باوره پس کم کم یه سری پیرو هم پیدا میکنه اما این پیروف پیدا کردنه برای شری منجر به این میشه که بخواد یک قدم کارش رو پیش ببره. سال 2005 اولین کتابش رو منتشر میکنه به اسم بیگانگان در اینترنت همون سال 2005 دومین کتابش رو هم منتشر میکنه به اسم کدهای کتاب مقدس کتابهاش هنوز به فروش میرسه یعنی اگر شما هنوز برید توی آمازون میتونید کتابهاش رو ببینید بعد اومده بوده توی این کتاب دومش که سال 2005 منتشر کرده بوده به اسم کدهای کتاب مقدس با استفاده از انجیل اشاره کرده بوده به اینکه بشقاب پرنده ها قرار در آینده به ما حمله بکنن و چه اتفاقی برای ما بیفته خب فروش کتابهاش خوب بوده کانال یوتیوبش را هم داشته از اونجا هم درآمد داشته اما اینها براش کافی نبوده شروع میکنه به فروش یک محصول این رو بگم که شری این شکلی برای مخاطبش جا انداخته بوده که شما اگر میخواید برید بهشت میخواید عاقبت به خیر بشید باید طرف داره من باشید اون کسی که شما رو به بهشت میبره منم هیچ کس دیگه ای نیست. به خاطر همین شروع میکنه به فروش یه سری سنگ به اسم اورگان که این سنگ ها کارشون دور کردن زامبی ها بوده یا میشده باهاشون زامبی ها رو کشت میشده شون... می با این سنگ ها شیاطین و نیروهای شیطانی رو از خودت دور بکنی میگه بیایید اینها رو بخرید و اینها رو با یک قیمتی هم میفروخته یه سری تبسره هم برای این سنگ ها گذاشته بوده مثلا اینکه این سنگ ها شیطان رو از شما دور میکنن اما فقط قادرن روی اون فضایی که قرار دارن اعمال قدرت بکنن مثلا اگر توی اتاقتون گذاشتید دیگه تو آشپزخونه رو شامل نمیشه یا اگر توی آشپزخونه گذاشتید مثلا اتاق خواب پشتیتون رو شامل نمیشه به خاطر همین هم مردم برای اینکه خیلی دیگه از نیروهای شیطانی فاصله بگیرن میومدن سه چهار تا میخریدن بعد میگفته که اگر این رو داشته باشید و پیرو من باشید میرید بهشت اما خانوادهتون چی بیای برای خانوادهتون هم بخرید ضرر که نداره این رو بذارید توی خونه مادرتون توی خونه پدرتون یه دور فروش هم از اونجا داشته خب ما الان داریم میبینیم که قصدش پول در آوردن دیگه شغلش رو از دست داده بچه داره دلش میخواد پول بیاره علاوه بر فروش کتاب ها و چنل یوتیوبی که داره حالا داره یک محصولی رو هم به مردم میفروشه کم کم تعداد آدم هایی که به شری علاقه دارن بیشتر و بیشتر میشه آدم هایی که باورش دارن بیشتر میشن شروع میکنه به منتشر کردن یه سری عکس از آدم هایی که چشماشون شبیه خزنده هاست اختار دادن راجع به این آدم که حواستون باشه دورتون پر از این آدم هاست و کم کم آدم هایی که به این اضافه میشن دایره سنیشون هم یعنی بازه سنیشون هم میاد پایین یکی از کسایی که قرار در موردش صحبت بکنی و یکی دیگه از آدم های پرونده امروزه یک پسر یه اسم استیون مینیون استیون متولد 1985 بوده و برای مادرش تولد استیون یک معجزه بوده. مادرش بعد از مدت‌ها دنبال این بودن که بچه دار بشه، استیون رو به دنیا آورده بوده. خیلی دوستش داشته، خیلی بهش علاقه داشته، خیلی رابطه صمیمی با مادرش داشته. اما 18 ماه بعد برادر دیگرش هم به دنیا میاد. استیون خیلی وقتا با مادرش میرفته بیرون با مادرش ورزش میکرده خیلی ارتباط خوبی با اون داشته و یک حس منفی هم همیشه نسبت به برادر کوچیک داشته حس میکرده بخشی از توجهی که میتون استعمال اون باشه رو برادر کوچیک ازش گرفته رابطه استیون با مادرش رابطه خوبیه به نسبت رابطه حالا بدی هم با برادر کوچیک نداره اما توی خونه اونها یک جریان دومی در کاره جریان چی رابطه پدر و مادر استیوهنه. پدر و مادر استیون خیلی رابطه بدی با هم داشتن یعنی جزئیات رابطه اینها رو من نتونستم تو اینترنت پیدا بکنم اما رفتار تحقیرآمیز خیلی زیادی نسبت به همسرش داشته پدر استیون و مدام توهین میکرده توی یک همچین فضای سمی اینها بزرگ میشن و وقتی که بچه ها تا یک حدی بزرگ میشن یک روزی مادر استیون تصمیم میگیره که خونه رو ترک بکنه وسایلش رو جمع میکنه و از خونه میذاره و میره خب استیونی که 16 ساله است اینقدر به مادرش وابسته است میاد خونه و متوجه میشه که مادرش رفته پدرش از اونجایی که آدم سمی بود از همون ابتدا شروع میکنه پرداختن به اینکه مادرتون آدم عوضی بود مادرتون آدم بدی بود مادرتون از این خونه رفت شماها رو ول کرد رفت هیچ علاقه ای به شماها نداشت و شست مغزی اینها مادرشون که از خونه میره خیلی تلاش میکنه که با اینها ارتباط برقرار بکنه اما پدر همه راه ها رو بسته بوده و یه جور همینا رو پر کرده بوده که اینها دیگه مایل نبودن که ارتباطی با مادرشون داشته باشن اما مادرش برای اینکه خیالش راحت باشه یک صفحه مجازی فکر یه صفحه فیسبوک یک اکانت فیسبوک جعلی ساخته بوده و همزمان با دو تا پسرش در ارتباط بوده یک حالت مادرانه همه یه مطالب رو میخونده اگه میدیده اینها حرفی میزنن ناراحتن افسردن سعی کرده که باشون یک ارتباط دوستانه داشته باشه بهشون نصیحت های مادرانه بکنه من متوجه هم بوده که پسرش خیلی حالش بده خیلی افسرده است خیلی مطالبی که توی فضای فیسبوک میذاره مطالب ناراحت کننده ایه. استیونی که از همه جا مونده شده و رونده شده احتیاج به یک گروهی داره که با اینها وارد ارتباط بشه. خب این گروه رو کجا پیدا میکنه؟ این گروه رو از طریق شریش رینر توی فضای مجازی پیدا میکنه توی فیسبوک صفحش رو میبینه وبسایتاش رو میبینه شروع میکنه خوندن مقاله هاش و شیفته شری میشه این زمان که دارم ازش صحبت میکنم استیون 17 سال است و شری 37 سال است شری احتیاج داشته که دایره آدم هایی که دنبالش میکنن رو افزایش بده ولی خودش خیلی توانایی این کار رو نداشته که همه این وبسایت ها رو با هم اداره بکنه وقتی که استیون علاقه من میشه به شری و حالا مفاهیمی که داشته آموزش میداده کم کم بهش نزدیک میشه و شری اکانت هاش رو میسپره به استیون سال 2005 استیون دیگه ادمین تمام شبکه های مجازی که شری داره مطالب رو ازش میگیره اون براش ایمیل میکنه و این منتشر میکنه جایی ثبت نشده که این دو تا همدیگر رو دیدن یا چه زمانی همدیگر رو دیدن یا چه میزان رابطه ای با هم دارن اما چیزی که مشخصه اینه که شری همسر داشته و با شوهرش زندگی میکرده همینجوری سالها داره میگذره و سال 2011 شده و الان حدودا نه ساله که استیون رایگان داره تمام شبکه های مجازی شری رو مدیریت میکنه حتی اگر پولی در میاره این پوله رو هم دونیت میکنه کمک میکنه به شری نفر بعدی پروندمون همینجا وارد داستان میشه. این کیه یک خانوم سی و چهار سالهیه به اسم باربارا راجرز. باربارا رو یکم در موردش توضیح بدم متولد 1977 توی خانواده نظامی به دنیا آمده. خیلی با آینهای سخت نظامیگری با اون روشهای سخت نظامیگری بزرگ شده. وقتی که نوجوون بوده خیلی خودش مایل بوده که به پیونده برتش و این کار رو هم کرده پیوسته برتش هفت سال سرباز بوده اما در نهایت مجبور شده که از ارتش بیاد بیرون حالا این نهایت دلیلش چیه باربارا درگیر اختلال دو قطبی بوده در کنار این درگیر دی هم شده بوده سندروم پس از حادثه به خاطر حضورش در ارتش اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بوده چیزهایی که دیده بوده یک استراب مداومی می داشته به خاطر این دوتا موضوع یعنی دی و حالا شخصیت، اختلال شخصیت دو قطبی میاد بیرون از ارتش یک مزایای گرفته بوده از اون هفت سال خدمتش توی ارتش یک آپارتمانی گرفته بوده و توی این آپارتمان زندگی میکرده اما یک مشکلی داشته تمام دوستهای باربارا تمام دوستایی که داشته تمام آدمهایی که میشناخته توی ارتش بودنی خیلی زود پیوسته بوده به ارتش دیگه بیرون ارتش هیچ کس رو نمیشناخته به خاطر مشکلاتش هم خیلی مایل نبوده که از خونه بیاد بیرون پس وقتش رو پای اینترنت میگذرونده این وقت پای اینترنت گذروندن هم مساوی میشه با آشنا شدنش با صفحه شری آشنا شدن با عقاید شری برای آدم هایی که خیلی ترس از اجتماع دارن قبول کردن این موضوع که آدم هایی که توی جامعه هن، خزنده هایی توی پوست انسان خیلی منطقی تره یک دلیل منطقی برای ترسشون پیدا میکنن و در مورد باربارا هم همین بوده وقتی که میبینه که خب من اجازه دارم که از آدم هایی بیرون بترسم ترسم از آدم بیرون منطقیه حس بهتری پیدا میکنه شروع میکنه به اکانت شری پیام دادن ارتباط گرفتن کم کم متوجه استیونی میشه که پشت این اکانت کم کم روابطشون وارد لایه های سمینی تری میشه و به هم علاقه من میشن و رابطهشون رو شروع میکنن به مرور با هم قرار میذارن رابطه اینها صمیمی و صمیمی تر میشه شروع میکنن با هم بیرون رفتن صحبت کردن راجع به مسائلی که شری میگفته برای استیون هم خیلی اتفاق خوبی بوده باربارا اولین دوست دختر استیون بوده دلیلش هم این بوده که هر وقت که میرفته بیرون و با دختری قرار میذاشته و به اون دختره در مورد عقاید شری و باورهاش میگفته همه مسخرش میکردن و ازش فاصله می گرفتن حالا اون کسی رو پیدا کرده بوده که دقیقا به همون چیزهایی باور داشته که خود استیون هم باور داشته به خاطر همین رابطهشون خیلی خوب میشه اینها یه سری جمع داشتن که دور همدیگه جمع می شدن راجع به مطالبی که شری منتشر کرده صحبت میکردن و دیگه از یک جایی به بعد استیون و باربارا با همدیگه توی این گروه ها شرکت میکنن و همدیگه رو میبینن بعد از یک مدتی اینها خیلی به هم علاقه بودن تصمیم میگیرن که با هم زندگی بکنن استیون به باربارا میگه که بیا من همیشه دلم میخواست برم توی پنسیلوانیا زندگی بکنم بیا بریم اونجا باربارا میگه که خب من هفت سال رفتم توی ارتش کار کردم قدی پول درآوردم که بتونم یه جای کوچیکی بگیرم با هم بریم زندگی بکنیم در نهایت هر دو وسایلشون رو جمع میکنن خانواده هاشون رو ترک میکنن و میرن به پنسیلوانیا یک خونه میگیرن توی یک منطقه خیلی سرسبز و خوشا با هوایی و اونجا زندگیشون رو شروع میکنن برگردم سر شری ما الان آدمی رو داریم که سالهای سال یک نفری داشته بهش خدمات رایگان میداده و خیلی بهش باور داشته و حالا این آدم یک نفر دیگه توی زندگیش حضور داشته میگم که هیچ جایی ثبت نشده که شری و استیون همدیگر رو دیدن یا با هم رابطه ورای رابطه دارن که حالا مثلا این ادمینشه یک رابطه سمیمی تری با هم دیگه دارن چیزی هم که میدونیم اینه که شری متحله اما برای شری قبول این که الان استیون با یک باربارا نامی رفته خیلی دشواره خیلی به استیون میگفته که این دختره تو رو میکشه این یک بلایی سر تو میاره این بالاخره به تو آسیب میزنه. اما استیون اصلا دلش نمیخواسته به حرف شری گوش بده همچنان ادمین بوده همچنان خدمات رایگان بهش میداد اما دلش میخواسته که رابطهش رو داشته باشه دلش میخواسته با دختری که دوست داره تو ارتباط باشه اینها کم کم رابطهش رو صمیمیتر میشه باربارا نام خانوادگی استیون رو اضافه میکنه به صفحه فیسبوکش از اون طرف اگر توی جمع و گروهی بودن همدیگر رو همسر خطاب میکردن و این ده برابر شری رو بیشتر عصبانی میکرده همه چیز کجا خراب میشه توی ده آپریل 2017 ده. ده آپریل ساعت 4:51 و و دقیقه صبح باربارا یک عکسی توی فیسبوکش منتشر میکنه یک مدل غذای خاص هست یک برگر یک از گوشت چرخ کرده یک خام یک زرده تخم مرغ روش میذارن و خیلی از جاهای اروپا و حالا جهان محبوبه عکس همچین برگری رو میذاره و میگه که عموما مردم غذای پخته دوست دارن اما من یهو حوس این غذا رو کردم خیلی خوشمزه است و یکم راجع به این توضیح میده و دستور درست کردنش رو میذاره کمی بعد شری این پست رو میبینه توی فیسبوک و این آغاز دشمنی دیگه رو و عیان شری و بارباراست شروع میکنه پست گذاشتن که آره یک خبری باید بهتون بدم یک خزنده بین ماست یک خزنده ای داره با ما زندگی میکنه توی گروه های ما عضو از, از نشونه های خزنده بودن میل به گوشت خام و خوردن خون معصومانه و کین این کار رو کرده باربارا خیلی مستقیم اشاره میکنه که باربارا خزنده است باربارا نفوذ کرده بین ما آدم نیست و خطرناکه خب شما در نظر بگیرید که باربارا خوابیده بیدار شده استیون بیدار شده و میبینه که یک سیلی از حمله پیام دایرکت وجود داره در مورد اینکه شری باربارا رو خزنده خطاب کرده و شما در نظر بگیرید که شری یک فرقه داره فرقه ای از آدمهایی هایی که چشم و گوش بسته اطاعتش میکنن تو این فرقه ها عموما اون رئیس فرقه خیلی جای خاصی قرار گرفته این آدم ها در فرقه ها عموما در رأس قدرت اجتماعی نیستن اینها مقام سیاسی ها اجتماعی ندارن قدرتشون در داخل فرقه خودشونه وقتی که اینها حرفی میزنن یا کاری میکنن هیچکس جرأت اعتراض یا اصلا اجازه نمیده به خودش اعتراض بکنه و اگر کسی به اینها توهینی بکنه یا اینها رو ناراحت بکنه باقی اعضای فرقه واقعا اون رو دشمن خونی میبینن شروع میکنن بهش حمله کردن این چیزیه که در مورد باربارا هم اتفاق میفته وقتی که شری اون رو خزنده خطاب میکنه سیلی از پیام ها سمتشون میاد خب برای استیونی خیلی سنگین بوده شروع میکنه پیام دادن شروع میکنه توضیح دادن که نه این شکلی نیست ببینید این عکس بارباراس چشماش مثل خزنده ها نیست واقعی من مطمئنم که این اینجوری نیست اما فایده ای نداره تهدیدها بیشتر میشه حمله ها بیشتر میشه برای استیون خیلی موضوع سنگین بوده تمام دوستاش عضو این فرقه بودن خیلی دوستای محدودی بیرون فرقه شری داشته تماس میگیره با یکی از اینها که از قضا آدم مذهبی هم بود ازش سوال میپرسه که آره مثلا آیا در انجیل اشاره به زامبی ها اشاره به فضایی ها اینا میشه بر من توضیح بدی در کنار همه اینها شری به ما گفته که ما اگر ازش حمایت نکنیم و اون رو نپذیریم به عنوان آدم اصلی زندگیمون و پشت سرش وای نستیم میریم جهنم هیچ کدوم بهش نمیریم خیلی اون دوسته شوکه میشه که چی؟ جهنم شری اصلا کیه این چه حرفیه؟ شروع میکنه انجیل رو براش یک توضیح دوباره دادن خب ببینید منطقا اگر در زمان گذشته بود قبول نمیکرد استیون اما الان استیون میبینه که من مطمئنم که باربارا خزنده نیست اگر شری داره در مورد باربارا به من دروغ میگه چه توجیهی وجود داره که در مورد چیزای دیگه دروغ نگه؟ چه تضمینی هستش که راجب این موجود فضایی ها راجع بهشت رفتن راجع این اورگان ها اینها دروغ نگفته باشه خب اینجا شکش شکل میگیره کم کم باور میکنه که شری داره دروغ میگه طرف باربارا رو میگیره و شروع میکنه پیام دادن به دوستای دیگهش که عضو این فرقه بودن و براشون توضیح دادن که شری داره دروغ میگه خب این منطقی نیست اون آدم ها هنوز توی قلب ماجران و تو رو دشمن بزرگتری میبینن اینجا تهدیدات وارد یک مرحله دیگه میشه. آدم هایی که طرفدار شری بودن عکس می گرفتن از خونه استیون و این عکس ها رو میفرستادن برای استیون که ما به زودی خونه تو رو میریزیم و خونت رو تقدیم به ملکه می خب از ملکه هم منظورشون شری بوده دیگه ما میاییم سراغت این تهدیدها هی بدتر و بدتر میشه خیلی اوضاع برای استیون سخت بوده از این نظر که این آدم 17 سالگیش پیوسته بوده به فرقه شری زمانی که هنوز نوجوان بوده هیچ زندگی خارج از این فرقه نداشته هیچ دوستی خارج از این فرقه نداشته خارج از این گروه نداشته و الان ناگهان همه چیز رو از دست داده 15 سال بوده که الان 32 سال است استیون 15 ساله که داره به این آدم خدمت میکنه 15 ساله که همه زندگیش خلاصه شده و الان یه شبه همه رو از دست داده یه شبه همه چیز به هم ریخته خیلی ترسیدن این دو نفر اما حاضر نیستن که خونشون رو هم عوض بکنن شرایطش رو ندارن که جابجا جا بشن و برن جای دیگه ای تا اینکه 17 جولای 2017 یک تماس گرفته میشه با 911 از خونه باربارا و استیون کسی که پشت تلفن بوده باربارا بوده و خیلی مستعصل و در حالی که گریه میکرده به پلیس میگه که دوست به سرم استیون خودش رو کشته چیزی که پشت تلفن به مامورای 911 و اون اپراتور 911 میگه اینه که استیون اسلحه رو گذاشته بود روی سر خودش نگه داشته بود و به من التماس میکرد که من رو بکش ماشه رو بکش من رو بکش و وقتی که من تلاش کردم اسلحه رو از این بگیرم شلیک شد خورد توی سرش و جونش رو از دست داد پلیس وقتی مراجعه میکنه به صحنه جرم چیزی که میبینه در تناقض با حرف هایی که باربارا پشت تلفن زده اول از همه اینکه که بدن استیون روی زمین خوابیده بوده و یک حالت خیلی مرتبی داشته این عجیبه کسی که روی زمین افتاده به خاطر شلیک بالاخره توی یک حالتی نیفته. این انگار خوابیده بوده روی زمین نکته بعدی اینه که سمت اسلحه به سمت سرش بوده و اگر اسلحه اینجوری که تو داری میگی توی دستای استیون بوده و حالا شلیک شده نباید به سمت سر خودش اسلحه افتاده باشه روی زمین مشکوک میشن به حرفهای باربارا جسد رو منتقل میکنن و به خود باربارا هم میگن که برای تست دی ای لکه خون و اثر باروت باید بیای به اداره پلیس باربارا رو میبرن اداره پلیس و وقتی که ازش تست میگیرن متوجه میشن که اثر باروت روی انگشتای باربارا مونده پس کسی که شلیک کرده قطعا باربارا بوده چیز دیگه که توی صحبتاش گفته بوده این بوده که اسلحه رو چسبونده بوده به پیشونیش در حالی که وقتی که اسلحه چسبیده باشه به پیشونی یک نفر اثر سوختگی باقی میذاره زمان شلیک هیچ اثری وجود نداشته و به نظر میومده که اسلحه با فاصله شلیک شده نکته دیگری که پزشکی قانونی میگه اینه که 20 دقیقه پس از مرگ با پلیس تماس گرفته شده یعنی باربارا 20 دقیقه فاصله داشته تا زمانی که از زمان شلیک تا زمانی که با پلیس تماس گرفته این 20 دقیقه رو برای چی زمان داده خواسته مطمئن بشه که استیون مرده پلیس سعی میکنه باهاش حرف بزنه و بهش میگه که توضیح بده که چه اتفاقی افتاد دوباره همون حرفا رو میزنه میگه که اسلحه رو گذاشته بود من رفتم ازش بگیرم و اسلحه شلیک شد پلیس میگه که ما باور نمیکنیم با توجه به مدارکی که داریم ما باور نمیکنیم که تو داری راست میگی لطفا حقیقت رو بگو وقتی که این حرف رو به باربارا میزنن باربارا حرفش رو عوض میکنه میگه که آره اول میاد راجب به فرقه شری توضیح میده بعد میاد راجب به حرفی که شری در موردش زده توضیح میده بعد میگه که تحت فشار بودن تعقیب میشدن آدمها تماس میگرفتن با خونه تهدیدشون میکردن پشت در خونشون نامه میذاشتن تهدید به این میشدن که به زودی قرار کشته بشن و خونشون تقدیم ملکه بشه و همه این حرفا رو میزنه میگه که یه روزی ما خیلی خسته بودیم با هم, هم بد جور دعوا کرده بودیم خیلی رابطمون شکراب شده بود اینها قبل از این که شری اون پیام رو منتشر بکنه در فیسبوک هیچ وقت با هم دیگه مشکلی نداشتن حتی با هم دعوا هم نکرده بودن اما بعد از اون اتفاق کاملا رابطهشون پر از تنش شده بوده میگه که ما با هم دعوا کردیم بعد من به استیون گفتم که ول کن بیا همه این کامپیوتر و گوشی و اینا رو ول کنیم بریم یه باری بریم مست کنیم بیایم خونه میگه که قبول کرد رفتیم یک باری نشستیم با هم دیگه الکل خوردیم شب قبلش هم ما خوب نخوابیده بودیم برگشتیم به خونه و وقتی که اومدیم توی خونه استیون رفت از توی اتاق اسلحه آورد اسلحه رو گرفت سمت خودش و به من گفتش که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم این تهدیدها این فشارها از دست رفتن همه زندگی باورایی که همه زندگیم داشتم و دروغ بودن بیا و ماشه رو بکش و من رو بکش قبول نمیکنم این حرفایی که داره باربارا میزنه میگه من قبول نکردم اومدم جلو سعی کردم اسلحه رو ازش بگیرم این دستای من رو گذاشته بود روی اسلحه هی میگفت شلیک کن من اگه خودم رو بکشم به بهشت نمیرم تو من رو بکش و تو این درگیری ها اسلحه شلیک شد پلیس حرفهای باربارا رو خیلی قبول نداشته به خاطر نوع خوابیدن استیون روی زمین و البته دیر تماس گرفتن باربارا با پلیس اما خب الان این به نظر یک حرفی می که خیلی دور از ذهن نبوده وقتی که ازشون خون میگیرن متوجه میشن مقادر زیادی مواد شیمیایی که یکی از عناصر روانگردان هاست توی خون اینها وجود داره ازش میپرسن شما چیزی مصرف کردید میگن ما چیزی مصرف نکرده بودیم صرفا توی اون بار فقط الکل خورده بودیم پلیس الان میبینه که من بدی نیستش که با شری تماس بگیرم شاید یکی از آدمهای شری بوده که اینها رو مسموم کرده خیلی خبری هم از شری نبوده اینها نه آدرسی هیچ کس ندیده بودتش همیشه حرفهاش رو فقط توی صفحات مجازیش میذاشته پلیس یک ایمیلی میده به شری و میگه که لطفا برای صحبت با پلیس و مشاوره توی این پرونده مراجعه بکنید به اداره پلیس قبول میکنه میگه خیلی خوب من میام اداره پلیس با هم صحبت بکنیم اما بلافاصله بعد از اینکه جواب ایمیل رو میده میره یک پستی میذاره توی فیسبوک که دیدید من بهش گفتم که این یه روزی تو رو میکشه به حقانیت من پی بردید دیدید من درست میگم و من پلیس رو میپیچونه اما برای پلیس مسئله شری مهم نبوده به خاطر اینکه اونها الان یک قاتل داشتن و یک مقتول باید همین رو پیگیری میکردن چیزی که پلیس نمیدونسته این بوده که استیون اولین آدمی در فرقه شری نیستش که کشته شده. سالها قبل یک دختر جوانی عضو فرقه شری میشه و خیلی دختر پر شهر و شوری بوده خیلی خوب درس میخونده کالج میرفته شری میگه بسته بیشتر از این عمرت رو توی کالج و قاطی خزنده ها تلف نکن شری به اینها میگفته که از هر چهار نفری که بیرون میبینید یک نفرشون انسان واقعین میگه که عمرت رو اونجا تلف نکن بیا بیرون این از کالج میاد بیرون و کمی بعد توی خونش خودکشی میکنه خانواده این دختر خیلی جدی اصرار داشتن که محال بوده که این دختر خودش رو بکشه این هرگز به خودکشی فکر نمی کرده هرگز انگیزه ای برای از بین بردن خودش نداشته نه مشکلی داشته اما خب خودکشی کرده بوده این نفر دومیه که پس توی فرقه شریب به شکل عجیبی کشته شده بوده خیلی برای پلیس اما مهم نبوده مدارکشون رو جمع میکنن سال 2019 از 2017 تا 2019 طول میکشه 2019 میفرستنش بره دادگاه توی دادگاه وکلاش با استناد به اختلال دو قطبی پی فشارها نامه های تهدیدآمیز عکس ها ایمیل های تهدیدآمیز خیلی داشتن تلاش میکردن بگن که این دچار فروپاشی روانی شده و براش 10 تا 15 سال حبس بگیرن اما یه سری نکته وجود داشته که قاضی با استناد به همونها حرف وکلا رو گوش نمیده مثلا قاضی میگه که تو گفتی که الکل مصرف کردی و کم خوابیدی خب این خودش این رو بالا میبره که تو ممکنه خودت اقدام کرده باشی به قتل نکته بعدی اینه که تو بیست دقیقه بعد تماس گرفتی این منطقی نیست نکته بعدی اینه که نوع شلیک به نظر نمیاد که اسلحه رو خود فرد روی سرش گذاشته باشه خود فرد میخواسته به سر خودش آسیب بزنه یک فاصله یه و دهنده اینه که یک نفر دیگری اسلحه رو نگه داشته نکته بعدی اینه که تو میدونستی اسلحه پر و خطرناکی و دوست به سرت قصد خودکشی داره نه باید به اسلحه دست میزدی باید سعی میکردی منصرفش بکنی میدونستی که اون خودش قرار نیست خودش رو بکشه همش میگفته که من نمیرم به بهشت اگر خودم رو بکشم باید اوزار و مدیریت بهتری میکرد میدونید خیلی استدلال ها عجیبه من وقتی توی اون مطلبم میخوندم به نظرم منطقی نیست که با این استدلال بخواید زمان بیشترین رو توی زندان نگه دارید مهمترین چیزی که مطرح بوده یکی این بوده که بدن استیبه. بسیار آروم خوابیده بوده رو زمین یعنی انگار بیهوش شده و بهش شلیک شده و نکته بعدی همینه که 20 دقیقه بعد از مرگ تماس گرفته دیگه چه دلیلی بزرگتر از این وجود داره که یک نفری میخواسته یک نفر دیگه بمیره پس 20 دقیقه از شلیک گذشته تماس گرفته با پلیس. همینها کافی بوده در نهایت با استناد به مجموع مدارک دادگاه 15 تا 40 سال حبس میده به باربارا برای قتل درجه است قتل از پیش برنامه ریزی شده نبوده قتل به قصد قتل نبوده یعنی اینها به قصد این این رو بکشه نرفته بودن توی خونه و با توجه به اینها 15 تا چهل سال بهش حبس میده سال 2034 اولین باریه که میتونه درخواست آزادی مشروط بده حالا اینکه با درخواستش موافقت بشه یا نه حرف دیگریه اما بیایید از شری براتون بگم سال 2018 خانواده شری اعلام میکنن که شری توی خونه به دلیل سکته قلبی از دنیا رفته پیش از دادگاه های باربارا و بعد از اون این امپراتوری شری رو این مجموعه ای از سایت ها و فروشگاه ها رو دخترش داره اداره میکنه چه یکی که منابع من نوشته بود که 140 هزار دنبال کننده داره شری و 140 هزار نفر هستن که حرفهاش رو باور دارن اما مسئله اینه که هیچ وقت پرونده شری از طرف پلیس دنبال نشد من فقط دیدم که مستندسازها بهش پرداختن و چندین نفر از خانواده قربانی ها از جمله خانواده استیون و خانواده اون دختری که خودکشی کرده تلاش کردن در مورد اینکه به مردم بگن که فرقه شری فرقه خطرناکیه خودش آدم خطرناکیه و چندین مسئله و سوال اینجا وجود داره یه سری ها معتقدن که شری اصلا نمرده هویتش رو تغییر داده خانوادهش اعلام کردن مرده برای اینکه سوء زن برای همیشه ازش برداشته بشه بعضی دیگه میگن که استیون میخواسته برگرده سمت شری و به خاطر همین بوده که با باربارا درگیر شده و باربارا بهش شلیک کرده توی یک منبع یک منبع اشاره شده بود که باربارا بعد از اینکه حکمش رو میگیره میگه که ما برگشتیم خونه استیون از حال رفت من رفتم اسلحه آوردم به شلیک کردم اما خب این هیچ جایی ثابت نشده و هیچ منبع معتبر دیگری بهش اشاره نکرده چیز دیگری که مطرحه اینه که ما میدونیم که مقداری مواد روانگردان در خون هر دوی اینها بوده و خودشون ادعا خودشون که نخوب استیون مرده باربارا ادعا میکنه که من این روانگردان رو مصرف نکردم آیا آدمهایی از فرقه شری توی اون بار این دو نفر رو مسموم کرده بودند؟ آیا این باربارا بوده که میخواسته برگرده سمت شری؟ آیا استیون یک جایی پذیرفته بوده که باربارا خزنده است و دعواشون به خاطر این بوده؟ هیچ کدوم از این سوال جوابی نداره. چیزی که مطرحه اینه که فرقه شری هنوز وجود داره آدمهایی دنبالش میکنن کتابهاش فروش میره صفحاتش دیده میشه و طبق حرفهایی که زده میشه دخترشه که داره این مجموعه رو اداره میکنه پرونده امروز تموم شد اگر شما نظری در موردش دارید حتما برای ما کامنت بذارید چون خیلی برای خود من این شکل به وجود اومدن شری و اون فضایی که ساخته برای مردم و آدمهایی که باورش دارن و حرفهایی که پشت سرشه عجیب بود دلم میخواست که حتما این پرونده رو براتون گزارشش بکنم و دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودید یادتون نره که لایک بکنید این ویدیو رو و اگر نظری دارید کامنت بذارید امیدوارم که روزگار براتون خوش باشه